دکتر حسن شهبری بعد از دیپلم ریاضی لیسانس اقتصاد از دانشگاه پهلوی گرفتم. نخستین پژوهش را در توسعه اقتصادی اجتماعی در حوزه روستاهای بندرعباس انجام دادم. با ادامه تحصیلات در شاخه مدیریت ICMS از که وابسته به بخش مدیریت دانشگاه هاروارد فارغ التحصیل شدم. به سازمان رادیو تلویزیون ایران پیوستم و مدیر کل رادیو و تلویزیون اصفهان پیش از انقلاب بودم. در ادامه آموزش فوق لیسانس در شاخه جامعه شناسی پزشکی از دانشگاه پنسیلوانیا و سپس دکترای خود را در نظریه ها و جامعه شناسی طبقات اجتماعی و مطالعه دینی گرفتم. ایشان در دانشگاه پنسیلوانیا و ویلانووا تدریس نمودند. تدریس و پژوهش و سخنرانی در حوزه مطالعات تطبیقی محور اصلی علاقمندی ایشانه و انتشاراتی هم به انگلیسی و فارسی دارد. مهمترین اثر ایشان به زبان انگلیسی با همکاری خانم دکتر طاهره حجت در سال 2015 منتشر شد که در واقع یک کتاب مرجع هست. این اثر که به نام اقتصاد اسلامی و تحرک طبقاتی نامیده شده کتاب مرجع. یادگیری موسیقی را از سالیان جوانی شروع نموده و اشعارشان را در مجله فردوسی منتشر کرده. از سخنران امشب مقاله هایی در زمینه شناخت سیمین دانشور و جامعه شناسی پزشکی و همچنین در زمینه پژوهش در اثر علم و نفس ملا صدرا و تطابق با نگرش ابن خلدون منتشر شده است. دعوت شاملو برای سخنرانی در دانشگاه پهلوی موجب علاقه ایشان برای اساس این سخنرانی شد. آقای دکتر شهبری، از شما بسیار بسیار سپاسگزار هستم و از طرف کانون فرهنگی ایرانیان اتلانتا و کمیته فرهنگی و خود این جانب به شما خیلی تشکر از شما خیلی تشکر میکنیم و به شما خیر مقدم میگیم و امیدواریم که امشب برای ما، مطمئنم که امشب برای ما بسیار شب خاطر انگیز خواهد شد. خواهش میکنم بفرمایید. بنده هم سلام عرض میکنم، هم درود، هر دو با هم، هم پیش از اسلام هم بعد از اسلام. عرض کنم حضورتون که صحبت امشب من یه ساختار داره، همون ساختاری است که من سر کلاس دارم با دانشجو. یعنی یک بنیانی داره، این بنیان به شما اجازه میده که وارد گفتگو بشید. یعنی گفتگو به علاوه ساختار، یعنی یک چیزی که در واقع در موسیقی ما هم به صورت ردیفی کسانی که آشنایی دارن، همچنان که موسیقی ردیفی رو میدونید و یاد گرفتید بعد از البته 7-8 سال، بعد عرض کنم که امکان ایمپروویزیشن و بداهه برای شما تولید میشه. این ترکیب رو میشود گفت که یک شکل عرض کنم تدریسی برای جامعه ایرانی میشه گفت هست که گرایش فرمال و اینفرمال یا رسمی و غیر رسمی رو آدم بتونه داشته باشه با دانشجویانش. خب من این ساختار رو تبعیت کردم تا به حال و موفق بودم تا حدود زیادی. بستگی داره به در این که با چه نوع دانشجوی شما سر کار دارین. دانشجویی که سر کلاس شما میان و خیلی ساختاری بار اومدن، از شما میخوان که ساختاری عمل کنید. دانشجویانی هم هستن که دلشون میخواد شما فضای کلاس رو به مسائل دیگه هم مرتبط کنید و فراسوی اون چی که به صورت تکست بوک گفته شده حرکت کنید. به هر حال ترکیب این دوتا در اختیار شخص معلمه و من فکر میکنم چنین چیزی رو امشبم به کار بگیرم. یعنی در واقع بیشتر بر اساس یه ساختار مقدماتی یه گفتگوی رو با شما داشته باشم در بازشناسی یک شاعر که تعدادی از دوستان ما امشب در این جلسه هم او را میشناسند و هم با آثارش آشنا هستند و هم جایگاه او را در ادبیات بعد از نیمایی میشناسند. این گروه اول ما بین ماست.
گروه دوم این است که اسمش رو شنیدن، پراکنده هم آثاری از او به گوششان رسیده و به هر حال به نوعی علاقمند شدن که ببینن این شاعر چه جایگاهی در مجموعه یا کانستلیشن ادبی ایران داره. گروهی هم هستن که واقعیت رو باید نباید انکار کرد که براشون فرق نمی کنه که چه شاملو باشه یا غیر شاملو، و بعد هم از شما پرسن شاملو کی هست. برای این گروه ها هستن ما بین ما، به دلیل اینکه علی رغم اینکه شعر مهمترین عرض کنم رسانه فرهنگ ماست، در همه جا دیده میشه، حتی در جلسات بسیار فرمال سخنرانی این عرض کنم گروه، کسانی که راجع به مشکلات خیلی عمده فیزیک و ریاضیات طرح مبحث میکنن و صحبت میکنن، شعر هم برای شما میخونن و شما احساس میکنید که وقتی که شعر میخونن به نظر میرسه که یه قلقلکی هم به ما میدن که ما برمیگردیم به اون فضای فرهنگی خودمون. دوست داریم ما که فیزیکدانمون، ریاضیدانمون، اطباء، ساینتیستا ربط بدن این جهان پر از ابهامی رو که در حال کشفش هستن با یکی دو تا خط شعر به ما حالی کنن که کجا اونا هستن، کجا ما هستیم و چگونه معنا میتواند رد و بدل بشه. من امشب در واقع دوست دارم به اینم اشاره کنم که از چندین گروه ایرانی که شرکت میکنم و گوش میکنم صحبتها و زحماتشون رو تقدیر کنم به مثابه یک شنونده. خانم دکتر ورزگار، خانم دکتر جلالی، عرض کنم که خانم دکتر علوی، خانم دکتر گرجی، خانم زعیمی، یک گروه هم از آقایون هستند که من فکر میکنم مثل دکتر شفا، دکتر مدرسی و خب شخصیت به اصطلاح تکنولوژیک ما که هدایت فضایی این برنامه ها رو به عهده داره آقای دکتر گرمستانی است. من از همه اینها آقایون و خانم ها سپاسگزارم که زحمت میکشن، زحمت میکشن واقعا تو این عصری که ما مواجه هستیم با یک طوفانی از اطلاعات بی پر و پا و تکثر دیتاهای نامربوط، از طریق این برنامه ها به هر حال یک ضابطه تولید بشه که درک ما از این اطلاعات امروزه به چه صورت خواهد بود. برای که اون درک اتفاق بیفته بایستی دیدگاه داشته باشه. بدون دیدگاه هم ما دچار همون معضل همیشه خواهیم شد که پراکندگویی میکنیم و به پراکندگویی عشق میورزیم و دوست خواهیم داشت که چنین رفتاری اتفاق بیفته، به خاطر اینکه جهان جهان گلوبال یا بزرگی که شده، اطلاعات مربوط و بی مربوط رو یا نامربوط رو برای ما تعریف. در جامعه شناسی 5 دیدگاه وجود داره که در علوم دیگری به صور مختلف وجود داره و یکی دو تا از این دیدگاه ها با دیدگاه های مربوط به علوم پزشکی بیشتر ارتباط داره که من اونا رو امشب روشن خواهم کرد. اما قبل از که ورود کنم به این موضوع اجازه بدین یک غزل بخوانم، غزلی که حدود 1 سال پیش خانم جلالی برای همه از طریق فیسبوک فرستادن و این غزل رو من حیرت میکنم که به عنوان دانشجوی حافظ نخونده بودم و نمیدانستم و دوست دارم با حافظ شروع کنم و علتش این است که او از دیدگاه شاملو سلطان الشعراست، یعنی دیگه ردخور نداره این بیان
شاملو فکر میکنم به ما این امکان رو میده که با اعتباری که صحبت او داره با او هم صدا بشه. و غزل اینه، یکی از غزلهای عجیب غریب حافظ. نسیم صبح سعادت بدان نشان که تو دانی، گذر به کوی فلان کن در آن زمان که تو دانی. ملاحظه بفرمایید توی بیت اول داره ما رو آشنا میکنه به یک حادثه‌ای، داره اتفاق میفته، میخواد گزارشی، اطلاعاتی از کسی، چیزی به جای دیگه برسه، و این رو برای ما باز نمیکنه حافظ که اون چه کسی بوده. تو پیک خلوت رازی و دیده بر سر راهت، به مردمی نه به فرمان چنان بران که تو دانی. یعنی با این حضرات که میخوای بیری صحبت بکنی مثل آدم صحبت کن، فرمان نده. بگو که جان عزیزم ز دست رفت خدایا، ز لعل روح فضایش ببخش آن که تو دانی. من این حروف نوشتم چنان که غیر ندانست. یعنی من دارم به شما چیزی رو دارم پیغام میدم که غیر نمیدونه که چی هست. تو هم ز روی کرامت چنان بخوان که تو دانی. خیال تیغ تو با ما حدیث تشنه و آب است، اسیر خیش گرفتی بکش چنان که تو دانی. امید در کمر زرکشت چگونه ببندم، دقیقه ایست نگارا در آن میان که تو دانی. میدونید که میان معشوق کمر در واقع بایستی بسیار عرض کنم که نازک باشه و دقیقه ای باشه. و خلاصه حافظ با این بیت خاتمه میده که من فکر میکنم بسیار گویای حال و وضع ما در جهان متکثر پرتنشه. یکیست ترکی و تازی در این معامله حافظ، یکیست ترکی و تازی در این معامله حافظ، حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تو دانی. یعنی خلاصه آموزشو میده که ترکی و تازی رو هر دو رو قبول کن که اونچنان که هستند هستند، در مقابل اینها چیزی رو قرار بده که محور اصلی اندیشه حافظ است و ما همه مکرر خونده و دانسته ایم که چیزی نیست جز عشق. به هر حال همین مضمون عشق در شاملو توسعه پیدا میکنه. قبل از اینکه من به دقت بیشتری به این امر بپردازم، میخواستم خدمتتون عرض کنم که ای کاش میشد امشب رو فقط به شعر خوانی و بیشتر به اشعار او پرداخت. من تصور میکنم که امشب رو به عنوان آشنایی با شاملو بگذرانی تا فرصتهای بعدی که با شخصی آشنا بشیم که به او گفتند مجمع الجزایر، یعنی تشکیل 5-6 جزیره رو در وجود یک انسان می‌بینید. و این تکثر عمل انسانی رو می‌رساند و دقت فراوانی که در فرهنگ ایرانی داشته و شدت عمل و علاقه‌ای که به پارسی نویسی و توسعه فرهنگ ما داشته.
من قبل از بازم پیشتر برم معمولا دوست دارم که منابعم رو به عنوان یک محقق معتدل به دوستان معرفی کنم که چنانچه دوست داشتن در آینده در فرصت دیگری بیشتر به این بپردازن به این منابع رجوع کنم. یک منبع عمده در واقع کاری است که دوست من به نام آقای بیژن اسدی پور مجله ای رو منتشر کرد که به طور کل اختصاص دارد به شاملو، همچنان که میبینید در هنر این رو ملاحظه فرمید، این دفتر هنر بیژن اسدی پور اختصاص داره تمام اون به شاملو و گزارش مختصری از من نیز در اون هست. اما در جای دیگری که اگر حوصله کنید، اگر هیچ وقت با کارا شاملو تماس نگرفتید، از او مجموعه اشعاری هست که مربوط میشه به سال 1341 تا 1359، یک مجموعه اثر حاوی حدود 100 خورده ای شعر اشعار شاملویی، و در این اشعار هم شما قرائت شاملو رو از زبان فارسی و استفاده کردن از موسیقی های کلام، موسیقی خود کلمه، و همین که برش هایی رو که او داده و از به اصطلاح وجه شعر سپید یا شعر آهنگین به قول خود او به شعر آهنگین هم پرداخته. در این مجموعه حتی شما قصیده ای رو میبینید که برای اولین بار او در خطاب و در تنش با پدرش قصیده رو سروده، و آثار دیگری که از اون امشب خواهیم خواند به صورت قطعات کوتاه. ضمناً من در نظر گرفتم که بد نیست صدای این شاعر رو با قرائت شعری از مولوی و از عمر خیام بشنوید. یکی از صداهای یگانه در عرصه شعرخوانی است، اونچنان که انسان توجه فراوانی رو به مبدأ و منتهای شعر خواهد داشت و چگونه این با یک صدای جاذب طرح میشه. قطعاتی که انتخاب شده که غزل از مولوی است، غزل معروفی، و عرض کنم که غزل و چند کار از عمر خیام که میدانید مولوی بزرگ در خطاب از قمر میخواهد که قمر هم ساکت شود، جز قمرم هیچ مگو. به هر حال امیدوارم که در مجموع اگرچه کوتاهی در عرض کنم که بهتر پرورش دادن این موضوع کرده باشم، به فرصت‌های بعدی امیدوار هستم. این نخستین باره که من به عنوان جامعه شناس به طور مستقیم به شعر پرداختم، و این یک خودش معضلی است که مثلا یه شخصی که کار فنی میکنه در مثلا کار پیچیده استخراج نفت ضمناً دوست داشته باشه که در مورد کلاسیک فارسی هم اظهار نظر میکنه. شما خواهید گفت که چه ارتباط دارن اینا با هم. چنین موضوعی هم در جامعه شناسی اتفاق افتاده. دو خط باز شده. یک خط این است که شعر واقعیت اجتماعی است و به مثابه واقعیت اجتماعی میتوان اون رو عنوان کرد در قالب جامعه شناسی و صورت‌های متفاوت سازماندهی شعر. کار در واقع جامعه شناس در این خط
رسیدن به نحو و نثر و آوا و وزن شعر و اینجا نیست، بلکه پرداختن به محتوایی است که شاعر مورد نظرش بوده و خواسته از طریق اون محتوا با ما تماس بگیره و با ما در میان بگذارد اون چی رو که او احساس کرده و اندیشیده. در مقابل این نظر، نظر دیگری هست از جامعه شناسان غربی که معتقد هستند که این کار در واقع قابل قبولی نیست. علتش این است که شما به عنوان جامعه شناس مفاهیمی رو که از طریق جامعه شناسی یاد گرفتین فشار میدین روی شعر و ورود غیر واقعی رو باعث خواهید شد، یعنی ورود مفاهیم جامعه شناسانه به شعری که پر از قناست، پر از سرشار و ترکیب مفصلی از احساس و اندیشه داره. چگونه توی جامعه شناس میخوای همه پیچیدگی شعری رو در وجه جامعه شناسانه عنوان بکنی؟ پس در واقع این دو خط وجود دارن که من خواستم عنوان معرفی عرض کنم خدمتون، که برمی ساده نیست که وارد بحث شدن. اما تعدادی از جامعه شناسان شروع کردن به ادامه دادن خط اول، یعنی جامعه شناس حق دارد که عرض کنم ورود کند به مباحث شعر و تعداد زیادی مقاله و کتاب منتشر شده که من سعی میکنم پیدا کنم در مورد این موضوع و به شما عرض کنم که چگونه جامعه شناسان فیلمسل یادگیری و دریافت اونها را از تی اس الیوت یا ممکن از سعدی و حافظ و به ویژه عرض کنم که فردوسی بزرگوار این ادراک جامعه شناسانش رو عنوان کنند. خب این ادراک جامعه شناسانه چیست؟ چیزی نیست جز نگاهی به شعر شاملو از پنج دیدگاه که من فکر کردم که این دیدگاه ها زیاد هستن، فقط سه تا از اون دیدگاه ها رو میخوایم به کار باریم برای دریافت فهم ما از نگارش شاملو که به عنوان شعر قبول شده. میگوید که انشایم که تمام شد، معلم با خطکش، با خطکش چوبیش زد پشت دستم، گفت جمله هایت زیباست. گفتم اجازه آقا، پس چرا میزنید؟ پوزخند تلخی زد و گفت میزنم تا همیشه یادت بماند خوب نوشتن و زیبا فکر کردن در این دنیا تاوان دارد. این گفتگو در سوی بازشناسی شاعری است که به ما از دو سنت میگوید، سنتی که ما را می هراساند از گفتن و باز گفتن و زیبا گفتن، و سنت دیگری که ما را تهدید می کند که اگر بگویی تاوان دارد. این گفته شاملو. و شاملو در واقع نقطه نظر دیگری هم برای شما بخوانم به خاطری که اعتماد شما را بیشتر جلب کنم از دیدگاه یکی از بهترین پژوهندگان ادب معاصر ایران به نام آقای کتکنی، محمد رضا کتکنی. کتکنی میگه که آقای شاملو یکی از برجسته ترین استعدادهای عصر و نسل خیش است که 55 تا 60 سال فعالیت شبان روزی در قلمرو فرهنگ مملکت ما داشته است. شاملو مختلف الاعضایی است. کدام آدم با شرف
و عاقل میتواند تفکر چنین استعداد و منکر چنین استعداد و پشتکاری شود که اگر بشود آیا آبروی خیش را برباد نداده است؟ شاملو مختلف الاعضایی است که فقط ضلع شعری او را جوانها میبینند، که این امری عدمی است و دسترسی به آن برای همه آسان است. به همین دلیل هر جوانی با دفترچه 40 برگ داشته باشد و با مدادش میخواهد الف بامداد شود. الف بامداد کنیه شاملوست و در واقع فکر میکند آن جوان که شاملو وزن را کنار گذاشته است، پس کنار گذاشتن وزن با کنار گذاشتن وزن میتوان شاملو شد. خب این دو مختصر رو عرض کردم خدمتتون که وارد گاهنامه شاملو بشه و شاملو رو از طریق گاهنامه‌اش بشناسید. من درخواست دارم آقای دکتر گرمستانی به من کمک کنن که چگونه برم این گاهنامه رو استخراج کنم. برم به شیر اکسپرینس شیر اسکرین کار کنم. خب شما الان خود زوم بذار من اینو پاس حالا بفرمایید. آیا میتونید شما قسمتی که شنوندگان بینندگان هستن هست بشه که من بتونم کلشو بخونم یا نه؟ آقای دکتر نمیفهم منظورتون چیه؟ یعنی من صفحه رو به طور کامل ندارم. صفحه من در واقع ناقصه. برای اینکه 82% شما بخواین که یه خود برین اونجا یه خود ویون بلافر که منفی بزنید، نه مثبت بزنید، منفی بزنید، بلافر منفی. آها یه بار بزنید. آره برحال این بهتره، حداقل یه چیزی هست برای میتونم ببینم. بله برای یکم بزرگترش میکنم. خوبه دیگه. آره برحال این گاهنامه با این شعر شروع میشه که شعری که زندگی است. من بامدادم سرانجام، خسته بیان که جز با خیشتن به جنگ برخواسته باشم. هرچند جنگی از این فرساینده تر نیست که پیش از آن که باره برانگیزی آگاهی که سایه عظیم کرکسی گشود بال بر سراسر میدان گذشته است. تقدیر از تو گدادی خونالود در خاک کرده است و تو را دیگر از شکست و مرگ گریزی نیست. این یکی از اشعار مقدماتی شاملوست به نام شعری که زندگی است. ما از این مجموعه شعری که زندگی است چندین قطعه رو انتخاب کردم که برسیم به خود شاملو. احمد شاملو در عصر 75 ساله خود وقایع مهمی را در تاریخ ایران دید، از آغاز سلسله پهلوی گرفته تا انقلاب 1357 و وقوع جنگ 8 ساله ایران عراق. شاملو را میتوان در زمینه روزنامه‌نگاری فعالترین شاعر معاصر دانست. روزنامه‌نگاری مستمر شاملو چنان حجمی از زندگی آفرینشی او را در بر گرفته است که سراسر است پس از شاعری مهمترین مشغله ذهنی او به شمار آید که سزاست. فعالیت‌های روزنامه‌نگاری شاملو بر فضای فرهنگی جامعه و رونق جریان‌های ادبی بسیار اثر گذاشته است. بخش اصلی این فعالیت‌ها را شاملو در نیمه اول زندگی انجام داده. مثلا مقاله نویسی را از نوجوانی آغاز کرد. در 21 سالگی سردبیر هفته‌نامه ادیب شد
این آغاز راهی بود که 3 دهه بیوقفه ادامه یافت. شغل پدرش دوران کودکی بی ثباتی را، شغل نظامی پدرش دوران کودکی بی ثباتی را برای شاملو رقم زد. ابتدای جوانی به علت شرکت در فعالیت‌های سیاسی دستگیر و راهی زندان متفقین شد. به این سبب تحصیلاتش در کلاس 4 دبیرستان رها کرد و دیگر هرگز به تحصیل ادامه نداد. شاملو در شمار روشنفکران مخالف انقلاب 1357 بود. این مخالفت به وضوح در مصاحبه با روزنامه آیندگان و غیر مطرح شده است. ما از این بخش هم عبور میکنیم که مصاحبه است و او نقش در واقع از زندگی شاملو رو هم آشنا بشیم. اشعار چاپ شده شاملو بیش از 18 جلد است. وی آثار بسیار دیگری در چند زمینه آفریده. داستان کوتاه، فیلم نامه، تحقیق در فرهنگ عامه، تصحیح متون کهن فارسی، ترجمه شعر و رمان و نمایشنامه، کتاب‌های برای کودکان، روزنامه‌نگاری و چند زمینه دیگر. و در کتاب کوچه اثر بزرگ و تحقیقی شاملو در چندین جلد است. این اثر لغت‌ها، اصطلاح‌ها، باورها، قصه‌ها، متل‌ها، امثال و حکم، آداب و رسوم، فرهنگ و فولکلور مردم کوچه و بازار تهران را در بر می‌گیرد. کیفیت روش فکری شاملو به ذهن نوجو و نوگرای او وابسته است. در این روش شاملو در سرایش شعر سپید یعنی شعر بی‌وزن با کمک آهنگ و موسیقی درون شعر، شعر سپید را از نثر جدا می کند. نقش شاملو در غنای شعر نو، بنیانگذاری شعر سپید، جایگزینی واژه ها و معنابخشی عمیق کلام در شعر نو ایران انکارناپذیر است. شاملو پرچمدار نوگرایی در سبک نیمایی بود و خود نیز همچون نیمایوشیج بدعتگذار و صاحب سبک. شاملو معتقد بود که رعایت وزن در شعر ممکن است در شعور، فکر، احساس، درک و الهام شاعر تأثیر منفی بگذارد و او را از مسیر خلاقیت باز دارد. این تز بسیار مهمی است در ادبیات ما بعد از شاملو، بعد از نیما. شاملو در سال 1336 در 22 سالگی با اشرف الملوک اسلامی ازدواج کرد. هر 4 فرزند او سیاوش، سامان، سیروس و ساقی از این ازدواج هم. این پیوند به جدایی انجام می‌دهد. شاملو پس از 1 دهه با طوسی حائری ازدواج می‌کند. دومین ازدواج شاملو همچون نخستین ازدواج مدت زیادی دوام نمی‌یابد. شاملو 4 سال بعد همسر دوم را نیز ترک می‌کند. شعری که زندگی است. آه ای یقین گم شده، ای ماهی گریز در برکه های آینه لغزیده تو به تو. من آبگیر صافیم اینک به سحر عشق، از برکه های آینه راهی به من بجو. من فکر میکنم هرگز نبوده دست من این سان بزرگ و شاد. احساس میکنم در چشم من به آب شور اشک سرخ گون، خورشید بی غروب سرودی کشد نفس. احساس میکنم در هر رگم به هر تپش قلب من کنون، بیدار باشه قافله ای میزند جرس. آمد شبی برهنم از در چروح آب، در سینه اش دو ماهی و در دستش آینه. گیسوی خیس او خزب بود و چون خزب هم، من بانگ برکشیدم از آستانی از. آه یقین یافته بازت نمی نهم.
اما سومین و آخرین پیوند زناشویی شاملو با آیدا سرکیسیان است به سال 1343 که شاملو تا پایان عمر عاشقانه با او زیست. نام شاملو در هر کجا که می آید نامی از آیدا نیز هست. نام آیدا با نام کامل ریتا آناتس سرکیسیان همسر سوم شاملو تا آخر عمر شاعر با او زیست و همراه و رفیق راهش بود. شاملو در دو کتاب آیدا در آینه و آیدا درخت و خنجر و خاطره عشق و احترام عمیق خود را به همسر وفادارش ابراز می دارد. بررسی زندگی و کارهای شاملو نشان می دهد که آشناییش با آیدا تأثیر شگرفی بر زندگی او گذارده است. شاملو مجموعه کتاب کوچه یکی از معروفترین آثارش را با همت و همکاری و پشتکار آیدا سرکسیان تدوین و تنظیم و گردآوری کرد. این مجموعه در حدود 100 جلد فرهنگ مکتوب و در برگیرنده اصطلاح‌ها و باورهاست و نامه های احمد شاملو به آیدا در برگیرنده 20 نامه از شاملو به همسرش است که این نامه ها رو شاملو در فاصله های سال 40 تا 50 خطاب به آیدا نوشته است. ما به این رابطه همسری باز خواهیم گشت به صورتی که عرض کنم فکر میکنم از دست دادم چیز رو. از شعرهای دیگری که در این مجموعه انتخاب کردم برای شما بخوانم عرض شود حضورتون آخرین شعر رو برگردم. یکی از نامه های شاعر به آیداست. این نامه به اختصار دلالت میکند بر دو وجه جامعه شناسانه، یکی نظمی که شاعر پس از یافتن آیدا یافته است، نظمی که به او توانایی بیان خود رو میدهد و فونکسیون یا زندگی عملکردی و کارکردی شاعر رو سامان میدهد. وجه دیگر این نامه و نامه های دیگر این است که ما را با دیدگاه دیگری از جامعه شناسی آشنا می کند به نام دوسو یا اینتراکشنیست، تعاملگرا. می نویسد آیدای خودم، آیدای احمد، شریک سرنوشت و رفیق راه من، به خانه عشقت خوش آمدی، قدمت روی چشمهای من. در واقع گویی داره شعر می نویسه در این نامه برای همسرش. از خدا دور افتاده بودم، خدا را با خودت به خانه من آوردی. سرد و تاریک بودم، نور و روشنایی را به اجاق من باز آوردی. زندگی ترکم کرده بود، زندگی آوردی. صفای قدمت، ناز قدمت، عشق و پاکی را به خانه من آوردی. از شوق عشق می ریزم، هنوز نمی توانم باور کنم، نمی توانم بنویسم، نمی توانم فکر کنم. همینقدر مست و برق زده، گیج و خوشبخت با خودم میگویم برکت عشق تو با من باد و این دعای همه عمر من است. هر بامداد که با تو از خواب بیدار میشوم، هر شامگاه که در کنار تو به خواب روم، برکت عشق تو با من باد. قشنگ، عجیبه. خیلی قشنگ. این در واقع شاملوی سومه.
شاملوی اول و شاملوی دوم و شاملوی سوم که در ارتباط با همسر اول و همسر دوم و همسر سوم هست، به اعتقاد من در قسمت اول بخش سنتی زندگی شاملو رو در یک ازدواج سنتیشون نشون میده. در بخش دوم یک ازدواجی است که در واقع به اعتقاد دانش جامعه شناسان خانواده میگن convenient marriage، ازدواجی از سر در واقع آسایش راحت. چون طوسی حائری در واقع استاد دانشگاه بود و ادیب، اما سومی در واقع گشایشی است از گره هایی که بند اول و دوم ازدواج رو به او خورد. به لحاظ شاملو در واقع با آیدا زاده می شود. من از اینجا به بعد از خانم دکتر درخواست میکنم که زمان بندی بنده رو عنوان بفرمان. 8:23 است. چقدر من دیگر میتوانم درباره یک دقیقه دیگه؟ 10 دقیقه دیگه کافی است. بله، شعری از شاملو و مولوی خانی او و خیام خانی او را هم میخواستیم پخش کنیم. بله، این پایان چیزه. این هم همطور که ملاحظه میفرمایید عکسی است از من در کنار او با شاعر شیرازی که متاسفانه سال پیش به نام منصور اوجی فوت کرد. در اون زمان من 22 ساله بودم و دانشجوی دانشگاه پهلوی و توانستم با عرض کنم که جرأت فراوان دانشگاه رو وادار کنم که موافقت کند و به شیراز بیاید و سخنرانی کند. بحث در مورد دانشگاه پهلوی در اون زمان و نوع آزادی که دانشگاه پهلوی فراهم کرده بود برای دانشجوانش بماند برای وقت دیگر. خب، من با اینجا در واقع گفته سیمین بهبانی رو هم براتون عنوان میکنم که میدانید احمد شاملو در واقع به دلیل از دست دادن پاش در اثر دیابت و نرسیدن به موقع باعث شد که شاعر در واقع در گرفتار وضعی بشه که برای دوستانش هم نامیمون بود. سیمین بهبهانی میگوید عزیز سرز جان احمد، دویدن تو با پا نیست، به پای شعر میپویی، مگو که پای پویا نیست. تو مردانی، دلیل رهنوردانی، به پای دل دلالت کن که پای تن توانا نیست. بلند قامت سبزت به شعر جلوه می بخشد، چرا که سرو بستان را چنین زبان گویا نیست. مگو سخن ز بیماری که شعر تندرستت را به جنگ نادرستی ها شهامت است و پروا نیست. بلا مهیب و وحشتزا اگرچه تند میراند، بگو انان بگرداند که زو تو را محابا نیست. گریز آهوان دیدی بدان گریز خندیدی، تو شیر بیشه زارانی، گریز از تو زیبا نیست. بمان که دفتر ما را هنوز خط عنوانی، کسی که با تو دارد دل به هیچ دیده تنها نیست. من درخواست میکنم از خبر هیچ مگو. گفتم این روی فرشته است عجب یا بشر است، گفت این غیر فرشته است و بشر، هیچ مگو. گفتم این چیز بگو زیر و زبر خواهم شد،
گفت می باش چون این زیر و زبر، هیچ مگو ای نشسته تو در این خانه پر نقش و خیال، خیز از این خانه برو رخت ببر، هیچ مگو. چون ابر به نوروز رخ لاله بشست، برخیز و به جام باده کن عزم درست، کاین صبر که امروز تماشاگه توست، فردا همه از خاک تو برخواهد رو. من بی می ناب زیستن نتوانم، بی باده کشید بار تن نتوانم، من بنده آن دمم که ساقی گوید یک جام دگر بگیر و من نتوانم. از آمدنم نبود گردون را سود، و از رفتن من جاه و جلالش نفزود، و از هیچ کسی نیز دو گوشم نشنود، که این آمدن و رفتنم از بهر چه بود. بله، این دو قطعه شعر رو که شنیدین البته حافظ خوانی هم داره، و بنابه تعریض این پیام و گفتار عرض کنم خدمتتون که شاملو از جمله شاعرانی است که حافظ هم دارد، حافظ شاملو، کما اینکه آقای سایه هم دارد، حافظ سایه، مهمترین و زیباترین و دقیقترین و حکیمانه ترین مقدمه رو شاملو بر حافظ نوشته. اگر بتوانم به طور مختصر بگویم که او درباره حافظ چه میگوید، میگوید که چنین رند بزرگی آنچه را که نوشته برای ما باقی مونده به حدی است که جامعه ایرانی کتاب او را در هنگام ورود نوروز در کنار قرآن قرار می دهد، و این حرف بسیار مهمی است، نشان دهنده تکثر ذهن ایرانی است که چگونه به حافظ می نگرد. در حال اگر بخوام به عنوان خاتمه بحثی رو در واقع تکرار کنم، اون اهمیت عشق هست در آثار شاملو، و عشق رو یک طرفه نمی بیند، عشق دو طرف است، یعنی همچنان که مولوی نیز با این دیدگاه ما را آشنا می کند که دو سویه نگاه کنی نه یک سویه، و شاملو چنین کار رو در عمل و در شعرهای خودش بیان می کند. به این گفتار، به این چند خطی که از او انتخاب کردم دقت بفرمایید. من و تو یکی شوریم از هر شعله‌ای برتر، که هیچگاه شکست را بر ما چیرگی نیست، چرا که از عشق رو این تنی. و اونگاه که به عنوان شاعر شهر بزرگی چون تهران به زیبایی ها و زشتی های شهر می نگرد، خطوطی را که نوشته یادگار دیدن اوست و فهم او از شهر معاصر، عصر رمه های عظیم گرسنگی، وحشتناکترین سکوت ها، عصری که شرم و حق حسابش جداست، عصری که فرصتی شورانگیز است تماشای محکومی که بردار می کنند و آدمی را با چرب دستی گردن می زنند،
و در دکه بی ایمانیشان همه چیز را توان خرید در برابر سکه. یک دستی مزامینی از این گونه است که شهر را به هیئت غزلی می آراید با قافیه ها و ردیف و مصرع ها همه همساز، و نمای نردبانی ظاهرش که خود شعار تالی است. آنگاه که با آیدا همسرش شهر را وامی نهد و به شمال می رود، در بازگشت از سر حسرت می نویسد: دریغا خلوت شبهای به بیداری گذشته، تا نزول سپید دمان را بر بستر در به تماشا بنشینی و مخمل شالیزار چون خاطره فراموش که اندک اندک فرا یاد می آید و می گوید: دریغا بام داد که چنین به حسرت دره سبز را وانهاد و به شهر باز آمد. عرض کنم می دانم که زمان من در واقع به پایان رسیده، اما حیفم می آید که یکی از مهمترین شعرهای شاملو رو برای شما نخوانم. همه شنیده اید و اگر نه به زیبایی و عمق این شعر توجه کنید. دهانت را می بویند، مبادا که گفته باشی دوستت دارم. دلت را می بویند، روزگار غریبی است نازنی. و عشق را کنار تیرک راه بند تازیانه می زنند. عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد. در این بنبست کج و پیچ سرما آتش را به سوخت بار سرود و شعر فروزان می دارند. به اندیشیدن خطر مکن، روزگار غریبی است نازنین. آن که بر در می کوبد شبانگام، به کشتن چراغ آمده است. نور را باید در پسوی خانه نهان کرد. آنک قصابانند بر گذرگاه ها مستقر، با کنده و ساتوری خونالود. روز غریبی است، روزگار غریبی است نازنی. و تبسم را بر لبها جراحی می کنند و ترانه را بر دهان، شوق را در پستوی خانه نهان باید کرد. کباب قناری بر آتش سوسن و یاس، روزگار غریبی است نازنین. ابلیس پیروز مست سور عزای ما را بر سفره نشسته است. خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد. بنده عرایزم تمام شد. مشکر، مرسی، خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی لذت بردیم، سپاسگزاریم، تشکر میکنم، خیلی خیلی زیبا بود صحبتتون، مشکرم، مرسی. دوستان عزیز اگر سوال دارین لطف بفرمایین در ریاکشن برین و دستتون رو بالا کنین. بفرمایید خانم جلال. بر شما خانم ورزگر و خانم دکتر ورزگر و دکتر شهبری بسیار لذت بردیم از این گویش خوب و خواندن بسیار خوب و درست شما. خیلی از شامبو رو درست نمیخونن، شما بسیار خوب و نزدیک به او خوندید. جناب شهبری، آیا میدونم که خیلی باهاش نزدیک بودید، وقتی که میگه وارتان سخن نگفت،
آیا اینجا از این سوسن و لاله هم همون منظور همون وارتان هایی هستند که به خاک و خون کشیده شدند و یعنی کاملا با این اسامی که به کار میبره، مثلا اسم گلها یا هرچی، اینها رو شخصیت سازی، یعنی شخصیت هایی هستن که در حقیقت اون در لفافه سخن میگه با ما. شما چیزی از اینها میدونید؟ هرچند که متاسفانه یا به دلیل فقط فرهنگی بودن برنامه من نتوانستم و یا نشد و یا نمیشود آثاری از شاملو رو خوند که در سوگواری از دست رفتن انسان به دلیل اعتقاد سیاسی سروده. وارتان از آن جمله بود. اما شعر وارتان برمیگردد به سالیان بسیار قبل از او و این شعر بنبستش که در واقع بعد از انقلاب سروده شده از اون جداست و بسیار بسیار واقعی و عرض کنم که بدون گرایش ایدئولوژی کشید. بله، البته وارتان رو به کار نبرد از ترس و نازلی رو به جاش گذاشت. نازلی سخن نگفت. بله، نازلی سخن نگفت. بله، و همون معنی وارتان. کاملا درست میگن. کاملا درست میگن. بله، نازلی سخن نگفت. مرسی، خیلی ممنون. خیلی ممنون. بله، خواهش میکنم. آقای دکتر سرمست. من خیلی استفاده کردم از آقای صحبت‌های آقای دکتر شهپری، بسیار پرمایه صحبت کردن و من خیلی از نکاتی که ایشون گفتن یادداشت کردم و بسیار استفاده کردم از جون، خیلی ممنون هستم از این لحاظ. من خودم به شاملو به عنوان یه شاعر برجسته خیلی علاقه دارم، به طوری که یک شعر خیلی معروفی درباره نفت داره و من بیشتر صحبت‌های نفتم رو با این شعر ایشون شروع می‌کنم، برای اینکه بسیار شعر پرمعنا و خوبی هست و یه جورهایی رفلکشن این احساس ایرانی ها هست در مورد این ثروت ملی. و من امشب یک چیزی که آقای دکتر شهپری گفتند و من نمیدونستم و ازشون ممنونم، این صحبت آقای کتکنیست که میگن که شاملو یک آدم مختلف الاعضا هست و این لغت رو دفعه اولی که من شنیدم و بسیار جالب بود برای من. به نظر من شاملو اینطور که آقای دکتر شهپری فرمودن 3 ازدواج داشته، این از لحاظ شخصی بوده، ولی از لحاظ شعری که به ماها مربوط میشه من فکر میکنم که شاملو رو باید 2 قسمت کرد، یکی شاملوی جوان، یکی شاملوی پیر. شاملوی جوان آدمی است که شعرهای خیلی پرمغزی میگه و اینطوری که من شنیدم آقای دکتر شهپری من سعی کنن، یا آدمی بوده که زندگی در حقیقت به قول فرنگی ها بوهیمیان داشته، یعنی یک آدمی بوده که یک زندگی استیبل آنچنانی نداشته و اتفاقا این باعث شده که خیلی زندگیش پربار بشه، یعنی از باغهای مختلف خوشچینی کرده و شعر گفته بسیار خوب، ولی وقتی که رفته به طرف پیری و به اونجایی رسیده که باید از یک راهی در حقیقت زندگی کنه و اون هم شعراش و کتاباش بوده، یه مقداری چیزهایی گفته که خودش رو در اذهان همونطوری که مثل قبل بوده نگه داره و حرفایی که در اواخر عمرش زده، به خصوص اون کارهایی که اون صحبتی که در دانشگاه برکلی کرده، بسیار باعث تأسفه. برای همینی که من فکر میکنم که شاملو رو باید 2 قسمت کرد، شاملوی جوان و شاملوی پیر. میخواستم ببینم آقای دکتر شهپری با من موافقن یا نه. متاسفانه موافق نیستم. علت عدم موافقت هم این است که میدانید که این
ضمن گفتن این که این شاعر حتی دبیرستانم تمام نکرد، فرزندی که ارتشی که دائما حدود 10 تا شهر ایران رو گشته در اوان کودکی، هیچگاه رابطه مستمر و مستقری رو با دوستان همکلاس خودش به وجود نیاورده، فرزندی بوده که در واقع مبتلا شده بوده به نوعی اضطراب از اینجا به آنجا. حتی او و پدرش رو در زمان متفقین کنار جوخه آتش میگذارن که هر دو رو بکشن و فرماندهی پیدا میشود و اونا رو نجات میدهد بابا اینا از خوده. در حال شاملوی جوان، عرض کنم جوان سال، سابقه زندگی بسیار مختلطی رو داره و تا این تجربه ها ما میدانیم که وقتی رابطه قطع بشه چگونه ممکنه ما نتوانیم به سامان راحتی زندگی رو اندازه بگیریم و انجام بدیم و دنبال اون باشیم. این که میفرم حتی شاملو یکی از مشخصاتش این است که از هر طرف چوب خورده. یکی از چوبهایی رو که خورده از طرف حزب توده بوده که به اون بستن که چرا جدا شدی، چون خودش معتقد است که چیزی بیشتر از چند ماه وابسته نبوده به حزب توده و به اون معترض هستن که چرا شعر عاشقانه میگی. و من یادداشتی کردم که برای شما امشب بخونم و فرصت نشد، که میگی شعر من شعر اجتماعی است، من تابع هیچ گونه ایدئولوژی و سیاسی گرایی نیستم. این در پیریش در واقع اگر میشه گفت پیران سریشه، ولی اون چه که به اعتقاد من یا به یافته من نزدیک گفتار شما میاد این است که این در عبور از زندگی پر فراز و نشیب خودش به جایی میرسه که مستقر میشه، یعنی اون استیبیلیتی که لازمه این است که یک شاعر بنشیند و کار خودش رو بکنه در زمانی اتفاق میفته که با آیدا آشنا میشه و با آیداست. اونجایی که استقرار پیدا میکنه اصلا شکوفا میشه. ملاحظه بفرمایید که چند تا کتاب شعر فقط در اثر این شکوفایی اتفاق افتاده. معلومه که از یک جای سنتی بریده به یک جای دیگه پیوسته و دیگه سیاسی نیست، سیاسی به معنای این که دفاع بکنه از جایی. من میدانم به عنوان جامعه شناس چه زحماتی رو اعضای حزب توده کشیدن که ما رو کتابخوان کنن، ولی چه زحماتی رو نکشیدن که ما رو از کتاب خوندن نیز پرهیز بدن. شاملو در واقع یکی از شاخصه های عمده بریدن از ایدئولوژی هست که ما رو محصور بکنه به یک فکر اندیشیدن و به یک جا نگاه کردن. این رو در دورانی اتفاق میفته که عبور میکنه و میفهمه که جریان به این صورت نیست که انسان دو بار به زندان میفته، در دوران جوانی و بعد از اون. یادمه در یه جلسه گفت که البته متاسفانه اینا رو ذکر نکنم بهتره، برای که خواهید گفت جلسه سیاسی نیست. مرسی، خیلی ممنون آقای دکتر.